سلام دوستان، خدا رو شکر میکنم که توفیق اون رو پیدا کردم که همراه نوشین عزیز با یک برنامه دیگه از زنان امید خدمت شما باشیم. منم سلام میکنم به شما خوبان، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای این کره خاکی که هستین و امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت ببرید. امروز در بخش درس زندگی در مورد امنیت بچه ها صحبت میکنیم و در درس روحانی در مورد گنجی که در آسمان میتونیم بیاندازیم صحبت خواهیم کرد. سیما میگفت وقتی داشتم آشپزی میکردم، پسر 18 ماه هم یونا هم داشت واسه خودش بازی میکرد. داشتم فکر میکردم چقدر خوب که بی سر و صدا داره بازی میکنه. بعد رفتم ببینم داره چی کار میکنه. وقتی دیدم چی کار میکنه نظرم کاملا عوض شد. اون داشت بی صدا روی میز بازی میکرد. من مطمئنم همه ما یه زمانی اینطور فکر میکردیم. چه خوبه که بی سر و صدا داره بازی میکنه. اما این تا قبل از اینکه بدونیم موضوع چیه این فکر رو داریم. فکر کنم یونای 18 ماهه ممکن بود از روی میز بیفته و بد جوری به خودش آسیب بزنه. اینطور نیست؟ درسته. سیما میگفت این موضوع بهم یادآوری کرد که چقدر ایجاد امنیت برای بازی کردن بچه مهمه. من یادم رفته بود که بچه ها تو ذهنشون میتونن هر جایی برن و هر جایی بازی کنن و متوجه خطر نیستن. ممکنه از هر جایی بالا برن یا وارد جایی بشن، چون اونا دید خودشونو دارن و از دید خودشون به دنیا نگاه میکنن. سیما یه دختر 3.5 سال به اسم آیلین داره و یه پسر کوچولو که اسمش یوناست. امروز دوستان میخواییم درباره 3 اصلی که به امنیت بچه هامو کمک میکنه با شما صحبت کنیم. اول اینکه بایستی یک محیط امن برای بازی بچه ها ایجاد کنیم. دوم در مورد آموزش فرزندانمون در اون محیط امن. و سوم دادن دستور عملهایی واضح برای امنیت اونها. تا حالا براتون سوال شده که ما چطوری تونستیم از دوران کودکیمون جون سالم به در ببریم؟ سیما میگفت بارها شده که بچه من سمت چیزای خطرناک رفته و میتونسته موقعیت خیلی خطرناکی به وجود بیاره. شما چی؟ شما جای مشخصی برای بازی بچه هاتون دارین؟ آیا جای امنیه؟ راهی وجود داره که بچه تون از داخل خونه به سمت بیرون یا جای ناامنی فرار کنه؟ چیزهای اشتعالزا، چیزی واسه جویدن یا جایی برای بالا رفتن دوروبرش هست؟ بایستی طوری محیط خونه و محل بازیشو آماده کنین که از هر خطر و راه فراری در امان باشه. با من برگردین به دوران کودکی، وقتی که همه چیز برامون جدید و جالب بود و دوست داشتیم همه چیزو تجربه کنیم. هر چیزی پیدا می کردیم فکر می کردیم باید بذاریم تو دهنمون. بله، بچه ها واقعا همینطوری هست. نوشین، من واقعا اون دوران رو یادم نمیاد، اما میتونم تصور کنم. بله، اگه یادتون نمیاد سعی کنین تصور کنین و مثل فرشته جان خودتون رو جای اون بچه ها بذارین. از دید اونا به دنیا نگاه کنین، ببینین چه چیزایی ممکنه توجهشون رو جلب کنه و باعث بشه از روی کنجکاوی به سمتش برن. اگه چیزیه که برای بچه خطرناکه، باید به خاطر ایمنی بچه‌تون براش فکری بکنید. یادم به یه مطلبی فرشته جان می‌خوندم، میگفت اگر بچه نوپا دارین بهتره که به اندازه اون پایین بیاین روی 4 دست و پاتون و از اون زاویه به اطراف نگاه کنین. اون وقت می‌بینین که چه چیزهای جالبی برای بچه وجود داره و چه چیزهای خطرناکی، مثل سیمای برق یا پریز یا هر چیز دیگه. این واقعا جالبه، عالیه. سیما میگفت بچه من معمولاً توی آشپزخونه یا حموم بازی نمی‌کنه مگر اینکه خودم کنارش باشم. خیلی مهمه که مواد شوینده و داروها رو داخل قفسه‌های بالایی یا جای بلند قرار بدیم تا دست بچه‌ها بهش نرسه. اگه توی خونه اتاق یا کمدی دارین که توی اون مواد شیمیایی یا مثل اینا وجود داره، حتماً درش رو قفل کنین تا از دسترس بچه‌هاتون دور باشه. درسته. حالا بیاین از اولین مورد که محل امن برای بازی هست بریم به مورد دوم که درباره امنیت یعنی آموزش بپردازیم.
تا حالا بچه ای رو دیدین که دست والدینش رو ول کنه و یوهوی به سمت یه چیز خطرناک مثلا وسط خیابون بره؟ دیدن این صحنه باعث بالا رفتن ضربان قلبتون میشه و دلهوره میگیرین که خدا کنه قبل از این که اتفاق مهمی رخ بده بچه رو نگه دارن. سیما برامون تعریف کرد که خونه اونا نزدیک یه خیابون اصلی بود و به دخترشون یاد داده بودن تا هر وقت ازش خواستن بیسته اون باید حرفشون رو گوش بکنه. میگفت معمولا وقتی که به تعطیلات میرن کنار رودخونه میشینن و روی آتیش غذا درست میکنن که بازم محیط امنی نیست. قبل از اینکه سیما رو در حالی تصور کنین که داره دخترش رو از بیرون از خونه اینطور کنترل میکنه، میخوام بهتون بگم چطور قبلش این کار رو انجام داده بود. سیما میگفت بهترین زمان برای آموزش این موضوع وقتیه که توی محیطی امن‌تر با فرزندمون تنها هستیم و همه حواس بچه به ما هست. پس باید جایی باشیم که اطرافمون اسباب بازی یا چیزایی که حواس بچه رو پرت بکنه نباشه. سیما برای آموزش توقف به دخترش سعی کرده بود از آموزش عملی استفاده کنه. مثلا میگفت گاهی به سمت دخترش میدوید و اونو بغل میکرد و میگفت وایسا و با گفتن این کلمه متوقف میشد و بی حرکت میموند. و مرحله بعد این که دست کودکتون رو بگیرین و باهاش راه برین و بگین وایسا و همون موقع توقف کنین. هر بار که بچه این کار رو انجام میده و درست این کار رو انجام میده میتونین با یه جایزه کوچولو تشویقش کنین. اونقدر باید این کار رو با هم تکرار کنین تا زمانی که بچه به تنهایی با گفتن وایسا بی حرکت بیسته. این واژه برای امنیت بچه ها واژه خیلی مهمیه. دیگه چه عباراتی در این زمینه به ذهنتون میرسه؟ مثلا دست نزن. درسته فرشته جان؟ درسته. ما خیلی به کار میبریم این جمله رو، دست نزن یا بیا اینجا یا ندو. برای آموزش این عبارت ها هم میتونین از همون آموزش عملی استفاده کنین. اما یادتون باشه که موضوع رو برای بچه‌تون تا جایی که ممکنه ساده و واضح توضیح بدین و مطمئن بشین که بچه‌تون اونو درک کرده و فهمیده. این روش روش آموزشی سریعی نیست چون که نیاز به تمرین و تکرار داره. پس باید با حوصله این کار رو انجام بدین و زمانی که حس کردین بچه‌تون آماده است میتونین اونو به محیطی خارج از خونه ببرین و کم کم تو محیط‌های شلوغ‌تر و واقعی‌تر باش تمرین کنین. مهم نیست اگه مردم بهتون نگاه میکنن یا از کاری که میکنین تعجب میکنن. امنیت بچه‌تون از هر چیزی مهم‌تره. درسته. و وقتی میبینیم فرزندمون به حرفمون گوش میده خیلی حس خوبی بهمون دست میده. ما تا اینجا به تمامی موارد اشاره کردیم و درباره همشون هم توضیح دادیم. فقط آخرین مورد مونده که در مورد جملات امری واضح و روشنه. اینکه سعی کنیم از جملات خیلی ساده و روشن استفاده کنیم تا بچه از همون ابتدا یاد بگیره که به حرفمون گوش بده. خود من به شخص فرشته جام وقتی به حرف کسی گوش میکنم یا از قانونی پیروی میکنم که منطقی و واضح باشه. درسته؟ شما چطور؟ منم همینطور. به نظر کار ساده ایه، اما جمله هایی که ما برای فرزندمون استفاده میکنیم باید خیلی ساده باشه تا بچه درک کنه داریم چی بهش میگیم. مثلا وقتی بچه‌تون از ماشین پیاده میشه و بهش میگین اونجا ماشین داره رد میشه نرو اونجا، بچه گیج میشه، کلی سوال تو ذهنش به وجود میاد تا بتونه این جمله رو آنالیز کنه. به جاش میتونیم بگیم همونجا وایسا تا من بیام پیشت. وقتی از قبل توقف کردن رو یاد گرفته باشه خیلی راحت متوجه موضوع میشه و به حرف شما گوش میکنه. جملات و دستورالعمل‌های واضح میتونه به فرزندتون کمک کنه تا به راحتی متوجه خواسته شما بشه و بهش احترام بذاره، یا به عبارت دیگه یاد بگیره که به حرفتون گوش بده. ما همگی بچه‌هامون، خانواده و دوستامون رو دوست داریم و تلاشمون بر اینه که کنار همدیگه محیط امن و آروم بر یکدیگه بسازیم. اما این رو هم میدونیم که همیشه شرایط تحت کنترل ما نیست. با این وجود میتونیم به درگاه کسی که همه چیز تحت اختیار و تحت کنترلشه و میدونیم که فرزندان ما رو دوست داره
به درگاه خداوند متعال دعا کنیم. در کتاب مقدس گفته شده که تمامی درخواست‌های خودتون را به درگاه خدا بیارید، که این شامل درخواست حفاظت از بچه‌هامون هم میشه. دوستان، برای اینکه بدونیم چطور میتونیم امنیت بچه‌هامون رو مهیا کنیم، اجازه بدید یه سرود با هم گوش کنیم و برگردیم.